هرات، سرزمین باستانی و تاریخی، کانون علم و فرهنگ که همواره علما، فضلا، نویسندگان، هنرمندان و شاعران بزرگ را در دامان خیش پرورانیده است. شهری که از بابت مناره‌ها، بناهای تاریخی و معماری‌های عالی و مجلل خود همچنان شهرت بسیار دارد. ارگ هرات که به قلعه اختیاردین مشهور است، از بناهای عظیم و زیبای این شهر است. قلعه‌ای که قدامت تاریخی زیاده دارد و از بقایای حکومت بلند مدت اسکندر مقدونی در این سرزمین است. مساحت این قصر تاریخی 5000 متر مربع بوده و دارای 13 برج می باشد که از خشت خام ساخته شده. این قلعه در سالهای اخیر به عنوان محل موزیم شهر هرات استفاده می شود که همیشه بروی شهروندان و توریست های خارجی باز است. مناره ها یا مجموعه مصلای هرات از نمادهای دیگر شهر هرات است که در عصر تیموریان ساخته شده و از مهمترین ساحات تاریخی کشور و منطقه است. این ساحه تاریخی در دوران جنگ ها و ایران و شدیداً صدمه دیده و فقط 5 مناره آن باقی مانده است. مناره ها با 550 سال قدامت از ساختمان های بزرگ تاریخی در این شهر است. گفته می شود مقصد از ساخت این مناره ها شکوه معماری و تعیین سواد در آن زمان بوده است. آرامگاه گوهرشاد از زنان مطرح تاریخ منطقه در کنار مصلای هرات قرار دارد که از برجسته ترین نمونه های معماری عصر تیموریان است. گوهرشاد بیگم به عنوان شخصیت فرهنگ دوست در طول حیاتش خدمات زیادی در عرصه علم و دانش، فرهنگ و هنر انجام داده است. در گوشه آرامگاه گوهرشاد پیکر امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا، امپراتور مقتدر عصر تیموری، متفکر بزرگ، شاعر، ادیب، نویسنده چیره‌دست و شخصیت معروف و شناخته شده جهانی دفن شده است. شخصیت کثیرالابعاد و دانشمندی که مکتب نوین را در شعر و ادب ترکی بنیاد گذاشته است. اینجا آرامگاه روانشاد امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند، متفکر بزرگ، شاعر، ادیب، نویسنده، شخصیت معروف و شناخته شده ای است که تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را وقف بهبود وضع زندگی مادی و معنوی مردم کرد. رئیس جمهور غنی گفته که امیر علی شیر نوایی در ادب ازبکی و ترکی نقطه عطف و آغازگر دوران جدید است. شمار آثاری که تدوین آنها را به امیر علی شیر نوایی نسبت دادند حدود 30 تا 90 اثر است که به زبانهای فارسی و ترکیه چغتایی نوشته شدند. به دلیل تسلطش بر دو زبان فارسی و ترکی به او لقب ذوالثنین دادند. امیر علی شیر نوایی از چهره های تاریخی افغانستان است که نامش با سیاست و فرهنگ گره خورده و سهم بزرگ در اطلاع شعر، هنر و ادب هرات هم داشت. از نوایی آثار زیاد به جا مانده که از مهمترین آنها می توان خمسه نوایی، دیوان غزلیات، کلیات خزائن المعانی، محبوب القلوب و مثنوی لسان الطیر نام برد. امیر علی شیر نوایی در طول حیات سیاسی و فرهنگی خود به اقدامات اساسی و بنیادی در عرصه های مختلف حکومت دست زد که تا مدت ها پس از او در یاد و خاطره همگان باقی ماند. توجه امیر علی شیر نوایی بر رفاه و آسایش عامه و آبادانی کشور او را به چهره مؤثر و نامی تبدیل کرد. روانشاد امیر علی شیر نوایی در هرات به دنیا آمد، در هرات درگذشت و در جوار آرامگاه گوهرشاد بیگم به خاک سپرده شد.